تکفیر امام بخاری رحمه الله تعالی. این آقای محدث معروف اهل خلاف از عمر ابن سعد ابن ابی وقاص قاتل امام حسین او رو توثیق میکنه و حدیث از او نقل میکنه و از جعفر ابن محمد صادق امام ششم ما که ابن حجر اسقلانی میگه و کان جعفر ابن محمد اعلم اهل عصرهی، از این بزرگوار حدیث نقل نمیکنه. خب این منو شدت نصبشو میرسونه. بله. وقت این آقای صحیح بخاری از نظر ما ملا ناسبی معاند با اهل بیت و لذا وقتی معاند شد از نظر ما معاند خارج از دینه، خارج از شریعته. بله. و از نظر ما از مدار دایره اسلام و ایمان خارجن. بینندگان گرامی، دشمنی با علما و پیشوایان اهل سنت این آخوند رافضی و امثال آن را به جایی کشانده که به امام بخاری رحمه الله که کتاب ایشان صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم است تهمت ناسبی و معاند بودن می زند و ایشان را خارج از دایره ایمان و اسلام می داند که این خود دور از عدالت و وجدان اسلامی و انسانی است. الله متعال می فرماید در مستدرک الوسائل جلد 18 صفحه 75 و بهار الانوار جلد 71 صفحه 245 روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قال لأخیه یا کافر فقد باء به احدهما، کسی که به برادرش نسبت کفر بدهد یکی از آن دو مصداق آن کلمه می باشند. اگر آن شخص واقعا کافر باشد که خوب، و الا گوینده آن قول خودش کافر می شود. جناب آخوند، اولا امام بخاری رحمه الله تعالی از عمر ابن سعد ابن ابی وقاص روایت نمی کند. شما دروغ می گویید. بلکه از برادرش عامر ابن سعد ابن ابی وقاص روایت می کند. ثانیا امام بخاری رحمه الله که از امام جعفر صادق رحمه الله روایت نکرده، این دلیل بر این نیست که ایشان را ثقه نمی داند یا معاند با ایشان است، بلکه بنابه چند دین علت است. اولین که بخاری رحمه الله خود را ملزم نکرده بود که از هر فرد ثقه‌ای حدیث روایت کند، همانطور که خود را ملزم نکرده بود که تمام روایت صحیح را در کتاب خودش نقل کند، و اگر می‌خواست از تمام افراد ثقه روایت کند باید از 30,000 راوی روایت می‌کرد، و در حالی که راویان صحیح بخاری از 1450 نفر تجاوز نمی‌کنند. دوم این که بخاری رحمه الله از جمع زیادی از ثقات روایت نکرده و این دلیل بر تن به ایشان نیست. مثلا امام شافعی رحمه الله که یکی از ائمه اهل سنت است و شکی در علم و ثقه بودن ایشان نیست، بخاری حتی یک حدیث مسند هم در صحیح خود از ایشان روایت نکرده است. سوم این که اگر به قول شیعه روایت نکردن از کسی دلیل بر دشمن بودن با آن شخص باشد، پس احادیث فاطمه رضی الله عنها در کتب شیعه کجاست؟ حتی یک روایت هم در بزرگترین و صحیحترین کتاب شیعه یعنی الکافی از سید فاطمه رضی الله عنها موجود نیست. آیا آقای کلینی با سید فاطمه رضی الله عنها دشمن بود؟ اگر امام بخاری از ایشان روایت نکرده، امام دوم اهل سنت در حدیث یعنی امام مسلم از ایشان روایت کرده است. و اما در مورد تهمت ناسبی بودن به امام بخاری رحمه الله، تنها کافی است به کتاب صحیح وی مراجعه نمایید و احادیث بیشماری که در مورد فضیلت اهل بیت به ویژه علی رضی الله عنه روایت نموده است را مشاهده نمایید.